در چهار سال گذشته این مکتب لیسه دولتی در شهر پتتیکوای اسرائیل از آوازخانی به حیث مقدمه برای یادگیری زبان فارسی استفاده می کند. شاگردان برای پنج ساعت مشغول خواندن نوشتن و صحبت کردن زبان فارسی هستند. حدود پینجاه شاگرد به طور رضاکار در این برنامه مورد تایید حکومت در لیسه گوریون ثبت نام کردن. مکتبی که 900 شاگرد آن رایگان تحصیل می کند. این تنها لیسه در اسرائیل است که به درس های مشخص در مورد ایران می پردازد. این برنامه تحت عنوان ایران امنیت و استخبارات همچنین به شاگردان 16 و 17 ساله در مورد جنگ های نیابتی ایران برای تخریب اسرائیل درس می دهد. شاگردان این صرف می گویند که این یادگیری می تواند ظرفیت انجام کار مهم استخباراتی را به حیث بخشی از خدمت اجباری اردو بعد از فراغت تحصیلشان تقویت کند. من در مورد یادگیری زبان ها معلومات بهتری دارم و من در مورد کاری که انجام می دهم جدی هستم و میدانم که می توانم باشم. شما باید صادق باشید و بدانید که وقتی شما کار استخباراتی می کنید آن را محرم نگه دارید و من فکر می کنم که توانایی انجام آن کار را دارم. این برنامه نظریه پینیش ملویچ است. او یک جنرال بازنشسته ای است که در اداره امنیت ملی اسرائیل به نام شینبت در بخش مبارزه با تهدیدات دهشت افکنی و جاسوسی کار می کرد. شملویچ پنجاه شاگرد فارغ شده را از سال 2014 به این سود دیده است. او می گوید که حدود 20 تنشان توانستند وارد نهادهای استخبارات نظامی شوند جایی که او تصور میکند تجربهشان تجربهشان مورد استفاده خوبی قرار بگیرد من نمیدانم که چی وقت و آیا اگر صلح بین ما و ایران باشد اما فکر میکنم که مهم است که در اسرائیل متخصصین کافی و مردم کافی وجود داشته باشد که میدانند ایران چیست و چه چی کسی بر فعالیت در این مسئله ارتباط بین ایران و اسرائیل تاثیر میگذارد مردان جوان اسرائیلی از شروع سن 19 سالگی ملزمند تا برای تقویت سه سال در اردو خدمت کنند در حالی که زنان جوان برای دو سال ملزم به خدمت عسکری هستند هانا فروز یک آوازخوان و مربی اسرائیلی متولد ایران به این شاگردان زبان و فرهنگ فارسی یاد می‌دهد اگر ما در اسرائیل هر کاری را برای آزاد بودن مردم ایرانی در ایران انجام دهیم و آنها بتوانند از آن استفاده کنند برای من نیز مشکل نیست زیرا فکر میکنم که مردم ایران در ایران مستحق آزادی هستند با آسان ساختن یادگیری زبان به روش تفریحی جهان فروز امیدوار است که فارغین این سنف مردم ایران را به حیث دوستانشان ببینند حتی اگر برخی از آنها برای نهادهای استخباراتی در حکومت کار کنند محمد احمدی تلویزیون آشناس آمریکا واشنگتن